الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم مجده وصل تو کو که از سر جان برخیزم طاهر قدسم و از دام جهان برخیزم به ولای تو که گربنده خیشم خانی از سر خاجگی کون و مکان برخیزم یارب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم با درود و سلام و سلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و متحرشان و سلام بر شما ساکنان دیار مهر و معنویت به تماشای این برنامه خیلی خوش آمدید سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده هادی رو را برای دیدن انتخاب کردید با کمال امتنان و افتخار با برنامه و وقت بیداری به گونه زنده و مستقیم از استدیوی شبکه جهانی هادی تیوی به گونه زنده و مستقیم روبروی شما خوبان هستیم و در محضر عالم عامل جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای استاد رمضانی جناب استاد سلام بر شما خیلی خوش آمدید علیکم السلام و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم بندم خدمت شما مجری محترم و همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم علیکم السلام و الله و, و از خداوند سبحان طلب میکنم به همه ما توفیق بهترین طاعات عبادات و اعمال را عنایت بفرمایید الله آمین. آمین. آمین استاد خیلی ممنون از حضورتون تشکر از که به برنامه وقت بیداری وقت خود را گذاشتیم استاد با موضوع حقوق زن در سیره پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما بودیم بحث ما حقوق مادی زن بود در جلسه گذشته دو مورد اشاره کردیم که از حقوق مادی زن مهریه و نفقه هست بفرمایید که آیا حقوق مادی دیگری هم برای زن در نظر گرفته شده یا خیر بله بسیار خوب در ارتباط با سوالی که فرمودید میتوان گفت که بله حقوق دیگری هم برای زن از دهاز مادی بله. در نظر گرفته شده که یکی از آن حقوق حق ارث است بله بسیار عالی به ای چه این و دلیلی مثلا این زن از مرد ارث میبره بله. خب پشتوانه احکامی که شریعت مقدس اسلام دارد قرآن شریف است سیره معصومان سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مصومان. و روایات معصومان علیهم السلام است این حق را خداوند سبحان در قرآن کریم برای زن به عنوان یک واجب و یک حق قرار داده در سوره مبارکه نسا که عنوان این سوره هم زن بب. هست و حقوق زن در این سوره بیان شده در آیه هفتم از سوره مبارکه نسا خداوند می‌فرماید: فرماید لرجال مما مماتر الوالدان والدان و الاقربون برای مردها است بهره است از آنچه که والدان پدر و مادر میگذارن از دنیا میرن از اونها اموال میمانه مردها باید. یعنی فرزندان پسر ارث میبرند یا اقربون نزدیکان اگر میمیرند از دنیا میرن فرزندان پسر یا مردها ارث میبرند تا این قسمت که از آن باید. مردها بود حق زنها کجا شد خداوند فرمود و النساء نصیبون برای زنها هم نصیبی است به رئیس حقی مما ترک الوالدان و الاقربون از آنچه که پدر مادرها یا اقربها نزدیکان از اموال به جا میگذارن بله پس همون قسم که خداوند برای مرد حق ارث بردن را قرار داد برای زن هم این حق قائل شد بسیاره. بعد فرمود که قل منه او کفور چه کم باشد چه زیاد باشد بله که باشد که نصیبا مفروضا این هم به یک به عنوان حق واجب هست یک بهم. حق مستحب نیست که بگیم اگر به بانوان بانو محترم این حق را دادیم خوبتر اما اگر ندادیم اشکال نداره نداد. نه این حق واجب هست باید حق مرد و حق زن بر اساس قانون شریعت به او داده بشه بسیار عالی تشکر استاد این ارث بردن زن از مرد قبل از اسلام هم بوده یا خیر در سرزمین عرب و اینها بله اتفاقا در زیل همی آیه شریفه که خدمت شما بیننده های محترم عرض کردم یک داستان های بسیار زیبایی نقل شده از سیره مردم آن زمان که چگونه با زنها عمل میکردن, میکردن، و رفتار میکردن در زیل این آیه شریفه من یک جریان نقل میکنم که در کتاب های تفسیری مفصل بیان شده با یک اختلافاتی که چون اسامی و جریان ها مختلف نقل شده در تاریخ نقل میکنن که یک بنده خدایی از دنیا رفت در زمان وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این یک زن مانده بود و چند تا اولاد اولاد دختر اولاد پسر به جا مانده بود بر اساس همون رسم عربی که در قبل از اسلام وجود داشت اموزاده های این فردی که از دنیا رفته بود آمدن و اموال ایر بین خودشان تقسیم کردن از این جریان فهمیده میشه که اونها قائل نبودن که به زن ارث داده بشه چون اولاد ای به تعبیر ای همسر کسی که از دنیا رفته بود که به او ارث ندادن اولاد او هم که گفتم اینا کودکن پس معلوم میشه در فرهنگ عرب در زمان جاهلیت اینها به زن و به کودکان ارث نمیدادن اونها را از ارث محروم میکردن به کی ارث میدادن به اطرافیان و وابستگان ذکور یعنی مردها این میت همسر داشت زن داشت اولاد داشت فرزند داشت دختر پسر ولی چون گفتن اونها که تفلن اونها رو به کنار گذاشتن در حالی که تفت شد نیاز بیشتر داشته بله. باشه همسر او هم که خب نیازمنده حتما نیاز بله. داره به زندگی و تأمین معاش زندگی اونم محروم کردن آیه فوق نادر شد که خداوند سبحان فرمود بله ای سرشم این بود که این زن پیش پیامبر شکایت کرد و گفت یا بله. رسول الله صلی الله علیه و سلم ای هم چی کاری شده اموزاده های شوهرم آمدن و کل اموال به خودشان تقسیم کردن برای مکه که به عنوان همسر این میت هستم برای اولادم هیچی ندادم آیا ناظر شد که خداوند سبحان فرمود رجال نصیبون و لنساء نصیبون یا در آیه دوازده همین سوره میفهم ولکم نصف ما که نصف ما از باجکم حق زن را هم بیان فرمود در آیه دوازده و حق اولاد را هم که در ای آیه بیان فرمود پیانبر فرمودن که نه اتفاقا در نشان باز صحبت میکنیم در ادامه بس که اموزاده ها در دسته سوم قرار میگیرن یعنی تا زمانی که یک،, یک،, فرد یک میت اولاد داشته باشد به طایفه دوم حتی نمیرسد چی برسه به طایفه سوم که اموزاده ها باشن بهم. اموال از اونها پیامبر صلی الله علیه و و ستاندن گرفتن و به اولاد این میت و به همسر او تقدیم کردن بنابراین معلوم میشه که در فرهنگ عرب جاهلی چیزی به نام ارث زن یا ارث طفل وجود نداشته بله این در سرزمین عرب بود در سایر ملت ها مثلا مسیحیت یهودیت یک چیز را به نام ارث بردن زن از شوهر وجود داشته یا چیزی بوده که اسلام و قرآن ناب آورد که خلاصه زن باید از مرد بله درس ببره ملت های دیگه وقتی به تاریخ مطالعه مراجعه میکنیم بسیار محدود بسیار محدود یک رگه های از ارث زن وجود داشت بله. ولی بسیار محدود مثلا در یهودیت تحریف شده چون در ادیان قبلی که تحریف نشده بود یعنی کتاب های آسمانی که از خداوند سبحان قبل از تحریف به پیامبرها نازل می شد در اونها هم ارث زن وجود داشت ولی در بین سایر ملت ها یا کتاب هایی که تعریف شده بود نه ارث زن به این معنی که اسلام برای زن قائل هست هم نبود به عنوان مثال شیبنیست. بله مثلا در بین یهود این رسم بود که مادر از ارث محروم بود یعنی بلی. پدر ارث بود اما مادر اگر فرزندی از دنیا می رفت مادر از او ارث نمی برد یا همسر از شوهر خودش ارث نمی برد اولادش می بردن اما همسر از او ارث نمی بردن یا مثلا در روم قدیم در یونان در هند در مصر در چین اینها به نحوی بوده که زن را از ارث محروم میکردن حق به نام حق ارث وجود نداشته دلیل اینها چی بوده ایده خب ما همینجا خدمت بیننده های محترم عرض بکنم که هم در بین عرب جاهلی و هم در بین سایر ملل تقریبا دو تا دلیل برای ای کار خود داشتن داشتن زن ارث بر... یکی میگفتن که زن در میدان جنگ جنگاوری ندارد ارث باید به کسی برسد که توان جنگیدن دارد اچه. توان دفاع دارد توان ای دارد که از دشمن در مقابل دشمن از طایفه و قبیله خود دفاع بکند خب زن که در بین خانه است توان جنگیدن نداره اینا چی میگفتن؟ میگفتن معیار ارث جنگاوری عجب چه وقت جنگ هر که اشتراک کرد ارث میبره هر که زور بیشتر داشت به او ارث بیشتر میبره و زن و طفل چون که توان دفاع ندارن به اونها میگفتن ارثی تعلق نمیگیره یک دلی دیگری که باز در بین اقوام و ملل مرسوم بود بود تمسک میکردن اینه که میگفتن ثروت خانواده از خانواده بیرون نشه اینا فکر میکردم که می زن که در حقیقت زن مردم هست دختر چون در بعضی از فرهنگ ها بود که دختر اگر در خانه پدر بود ارث می برد اما اگر شوهر می ارث نمی برد می بله. گفتم چرا می گفتم به خاطری که وقتی ما مال به این دختر بدیم گویا که به یک خانواده دیگری دادیم بی شوهر داره از خودش ما مال از خانه خود بیرو کردیم این یک ای اقوام بودن که دارد. شوهر دارد یک شوهر دارد یقی نداره اینا میگفتن ثروت خانواده بعد در بین خود خانواده بگردد یعنی دختر که وقتی از خانه رفت به عضو خانواده عضو خانه حساب نمیکردن. کردن میگفتم این ثروت باید بین پسرها بگرده در بین خانواده یک فلسفه باطل بین خود درست کرده بودن میگفتند که به این جهت در بین ساسانیان ده. قدیم در تاریخ نقل میکنن که دختری که ازدواج میکرد از ارث محروم بود بر اساس همین دلیلی که داشتن میگفتند ثروت باید بین خود خانواده گردش داشته باشه ولی اگر طرف فوت میکرد و دخترش خانه بود باز پس این در بین سایر ملت ها کم و بیش ارث زن بوده اما بسیار محدود با شرایط های سخت شرایط سخت اینه که در اسلام بهترین نوع حق را خداوند به زنها قائل شد بسیار عالی خیلی ممنون تشکر استاد یک سوال میخوایم مطرح بکنم ولی از دیدی یک بیننده از دیدی یک کسی که مثلا در امروز روز خودش بیشتر فعال حقوق زن میگیره میگیم که آقا اسلام دینی برادری و برابری هست هیچ تفاوت بین زن و مرد وجود نداره. ولی چرا وقتی که بحث ارث و میراث میشه میگه که مرد دو برابر زن ارث میبره پسر دو برابر دختر ارث میبره برادر دو, برا... دو برابر خواهر ارث میبره این علتش چیه چرا چون این چیزی بل. خب من این سال شما در دو بخش جواب میدم یک قز... یک بخش در این قسمت یک بخش هم در ادامه سخن جواب میدم او جواب ایه که اولا کی گفته که در همه جاها مرد دو برابر زن ارث میبره در آیات قرآن کریم در روایات معصومان در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله وقت نگاه میکنیم ما سر رقم ارث بردن داریم در پاره ای از موارد هست که زن برابر مرد ارث میبره در پاره ای از موارد هست که زن بیشتر از مرد ارث میبره زن بیشتر از مرد بله، در پاره ای از موارد هست که باز بله به طور شاید بگیم 60 <تصف> درصد که قالب اینه زن نصف مرد میبره اما جاهایی که مساوی هستن به عنوان مثال بسیار ما اگر... کنشکاو شدیم که همه رو باید بدانیم بله. دیگه اگه کسی از دنیا بره میتی پدر و مادر داشته باشه پدر و مادر برابر ارث میبره خب پدر بله. مرده مادر زنه بله. اینجا نگفته خداوند که پسرشون پدر بله. مادر برابر ارث میبره در سوره مبارکه نساء میفهمد که ولی کل بله ولی ابویه لکل واحد من هما از صدوس در سوره مبارکه نسا خداوند فرمود که آیه یازده اگر کسی از دنیا بره پدر مادری به جا مانده باشه لکل واحد من هما از صدوس آب باز بقیه به فرزندان او میدن پس پدر مادر اینجا با اینکه زن و مرد هستن ولی برابر شد نگفت که پدر دو برابر خب از جاهایی که باز برابر ارس میبارند برادر و خواهر مادری هست اگر یک کسی از دنیا بره یک جوانی فردی از دنیا بره یک برادر و خواهر مادری داره که از مادر با او شریک, شریک اونها برابر میبارند برادر و خواهرن ولی چون مادری هستند برابر میبرند فرمود و انکان رجلون یورث و کلالتن او امرأتون کل واحد من هما از صدوث. باز اونجی هم برادر خواهر مادری ره با که زن و مرد هستن ولی برابر کرد خب جاهایی که فرمود زن بیشتر میبره ما داریم مواردی که زن ارث او بیشتر از خب <تصفح> به عنوان مثال اگر کسی از دنیا بره و یک پدر داشته باشه یک دختر داشته باشه بله سهم پدر گفتن یک ششم هست باقی اموال سهم دختر میشه یک میت شش برابر پدر بله, بله. پنج برابر او میشه دیگه بله. آره پنج برابر کل <applause> اموال میت تقسیم میکنن به شش قسمت یک ششم پدرش میباره که مرده الباقی اموال به دختر میرسه بهم. فرض میکنیم که دیگه ورسه ای نداشته باشه خب همین یک دختر داره یک پدر داره اینجا نگفتم آقا یک پدره دو قسم اموالش بدن به پدر یک قسم اموالش بدن به دختر نه گفتن که پدر همون یک ششم خودشه ببره باقی اموالش به دختر خب این پس میار جنسیت نیست دیگه. جنسیت نیه این قوانینی هست زرائفی هست که برو اشاره, اشاره میکنیم بله در جایی که به طور معمول کسی از دنیا بره از او پسر و دختر به جا باشه یک عزیزی از دنیا رفته یک آه. پسر دارد دو تا دختر دارد در این قسمت گفتن که لذکر مثل حد الانثیین سهم پسر دو برابر سهم دختر هست بله پس یک جاهایی را دارم که آقا زن بیشتر میبره یک جاهایی را دارم که مساوی حق میبره و یک جاهایی هم خب بله. مرد بیشتر حتی جاها دیگه هم داره که باز ممکنه زن بیشتر ببره مثال ارز بکنیم شاید ما داره پیچیده باشه من ساده ارز میکنم خیلی <صح> کسی انگار کنید که از دنیا رفته قبل از اینکه ای از دنیا بره اول بچه مثلا فرض کنیم یک دختر یک پسر داشته یک آقای دختر پسر رو در, در ای یک تصادف از دنیا رفتن قبل از اینکه خودش از دنیا بره اما نواسه های او هستن نواسه های پسری او نواسه های دختری او هستن نواسه های پسری نواسه های دختری اینجی اگر این فرد از دنیا بره ارث او به کی میرسه چون بچه قبل از خود او مردن میرسه به نواسه ها و نواها ها میرسه خب اون نواها ها های پسری سم پسر میبرم، حتی اگر دختر باشن فرض کنید از پسر این میت صد تا دختر باقی مانده و از دختر او صد تا پسر باقی مانده نوا... نواسه های دختری سم دختر میبنن حتی اگر پسر باشن نواسه های دختری سم پسر میبرن در این قسمم ممکنه که زن بیشتر. چون جانشین پدر, پدر خودش میشه بیشتر ببره بنابراین پس یک جواب ایه که کی گفته همیشه؟ مرد دو برابر میبره هست که زن بیشتر بله خیلی عالی تشکر پس میار که جنسیت نیست حتما میار دیگه هست پیرامون میار اگر بیشتر صحبت ده. بکنم میار تفاوت ارس زن و مرد در حقیقت رسیدیم به قسمت دوم جواب سوال شما او ایه که اتفاقا پس بر چه میاری خداوند سبحان به این قسم تقسیم کرده جواب او بسیار ساده است از خود اهل بیت این این ای, ای, ای سآل مکرر پرسیدن معلوم میشه این شبهه و این اشکال و این سوال بله از بوده از زمان معصومین علیه السلام بوده و بعد از این هم خواهد بود اهل بیت جوابهای مختلف دادن فرمودن که در حقیقت معیار جایگاه فرد در خانواده است نه زن بودن یا مرد بودن جایگاه مرد در خانه بر اساس حقوقی که خداوند بر مرد زن قرار داده جایگاه خرج و مصرف کردن است نفقه به عهده ای کیه؟ مرد گفتین در جلسه قبل که مرد. نفقه به عهده ای مرد است مهریه به عهده ای کیه؟ مهریه رو کی باید بده مرد مرد باید بده خب اگر کسی از دنیا بره مثلا به قتل خطایی کشته بشه خود به تعبیر ب... قاتل پول نداشته باشه که دیه بده میگن عاقله او بدن عاقله کیان اقوام مرد مردهای ده ده. فامیل مردهای قوم اقوام نزدیک او که مرد باشن بعد دیه او قتل خطائیر بدن زنها از پرداخت طرف دیه طرف یک کشته درسته؟ بله خطایی کشته عمدی بله. نبوده خطایی کشته فعلا هم باید دیه پرداخت بکنه به پولم نداره پولم نداره کی باید بده؟ گفتن آقله آقله کیان اقوام پدری به تعبیر اقوام مرد نزدیکانی آره. که مرد باشن آه. مثل برادر او مثل دایی او مثل عموی او اقوامی که مرد باشن به ترتیب امو... در طبقات ارس بعضی گفتن ولی زنها نباید چیزی بدن چیزی از اقوام زن هیچ, زنم بله. هیچ. بله. جهاد بر کی واجبه؟ آه. بر مرد واجبه بنابراین در روایاتی که از طریق اهل بیت آمده اه گفتن که جایگاه مرد چون جایگاه مصرف کردن است مرد سهم او بیشتر شده و اتفاقا جایگاه زن جایگاه مصرف کردن است یعنی خرج کردنه فرض میکنیم که دو تا برادر خواهر باقی ماندن به او خواهر که نصف سهم پسر میدن برادرش میدن او خواهی میتونه اونو کلا برای خودش نگه داره به. مالکیت شخصی داره راحت در بانک برای خود ذخیره بسازد برای خود طلا بخرد برای خود جواهرات بخرد ولی او برادر که او دو برابر گرفته او باید چی کار کند داره. او باید خرج زن بچه خود کند به. او باید نفقه بچه خودش همسر خود بشه در مقابل نفقه... مسئولیتی داره بله این جایگاه زن جایگاهی هست که او سهمی که میبره کلا مال شخصی او میشه هیچ مسئولیت برای خرج نسبت به دیگران نداره کلا ملک تلق او میشه میتونه به خود هر جوری که بخواهد و معقول باشد خرج بکنه ولی مرد ده. وقت سهم ارث خودش میگیره او در حقیقت <coughs> یک بخش کوچکی از او رو به شکم خودش میکنه عزی. یا به سر کله خود لباس چیزی میخره بیشتر او رو هزینه یه خانواده و همسر مادر خواهر اینا میکنه بله بسیار عالی بیننده های عزیز و گرامی سپاس از اینکه توجه دارین مثبت 964 780 255 13. پل ارتباطی میان شما و برنامه وقت بیداری هست میتونید گوش های را رو بردارید هر سوال و یا هر گونه انتقادات پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید همچنان از شما دعوت میکنم که آدرس های ما را در صفحات اجتماعی چون آپارات، فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید و حتما گزینه های لایک کردن، خوش داشتن و پسندیدن را فراموش نکنید تا باشد انشاءالله که معنویت در زندگی شما خوبان عزیزان بیمشوده باشد سوات کوتا این سوال هم مطرح بکنم و بعد بریم به طرف میان برنامه تقسیم ارث میت به چی ترتیب هسته؟ یعنی چگونه تقسیم میشه؟ بین که ها تقسیم میشه؟ اول طبقه اول در ارث کی هسته؟ طبقه بعدی کی هسته؟ بسیار خوب سوال زیبای فرمودین شاید به ذهن بیننده محترم هم رسیده باشه بر اساس تقسیم بندی که مکتب اسلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت نمودند، سه دسته تقسیم کردن تا زمانی که از دسته اول یک نفر باقی باشد به دسته دوم, دوم هیچ ارثی نمیرسه و تا زمانی که از دسته دوم یک نفر باقی باشه به دسته سوم نمیرسه و این نکته را من اینجا اشاره بکنم که ولی زن و شوهر در همه طبقات وجود دارن یعنی فرض کنیم اگر از دسته اول که میگیم کیا هستن کسانی باشد باز زن و شوهر از همدیگه ارث می‌برند. اگر زنی بمیرد شوهر رو از او ارث میباره. اگر مردی بمیرد زن از او ارث میباره. اولاد داشته باشه نداشته باشه اگر از طبقه اول کسی نباشه طبقه دوم برسیم باز زن و شوهر از همدیگه ارث می‌برند. طبقه دومم نباشه طبقه سوم با زن شوور از همدیگه دیگه آه. طبقه اول اگر اجازه بله تا اینکه ترتیب رو بیان بکنین میان برنامه رو ببینیم بعد در خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی پس از میان برنامه دوباره ما را همراهی کنید درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی یا نگویم که تو خود واقف اسرار زمیری دست در دامن عفت زنم دست در دامن عفت زنم و باک ندارم که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری خالق خلق و نگارنده ای ایوان رفیعی خالق صبح و برارنده خورشید منیری از را در وجودمان متجلی کن که سخت محتاج آنیم خدایا برکت نگاهت را در نگاه هم بریز تا هر کجا که می نگرم نیکی باشد و مهر برای داشتن تو ریسمان نبستم دل بستم همین که حال دلم خوب است برایم کافی است پروردگارم هنوز هم می شود تو را صدا زد حتی اگر دلم همان عاشق دیرینه نباشد هنوز هم می شود بر سجاده عشق ذکر سرداد و زلالیت را مهمان ناخالصی ها کرد و را در این حجوم ثانیه ها تکرار کرد هنوز هم می شود سر بر سجده گذاشت و نوای الهی و ربی من لی غیرک سرداد هنوز هم تا همان خدایی خدایی که لحظه از حالم بر او پنهان نیست یا رب العالمین بیننده های عزیز گرامی دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما خیلی خوش آمدید سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده همچنان ما را همراهی می کنید ادامه برنامه به وقت بیداره را به گونه زنده و مستقیم بیننده هستید و با موضوع حقوق زنان در سیره پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت استاد گرامی جناب استاد رمضانی هستیم استاد دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما بس این بود که تقسیم ارث به چه ترتیب است خب <applause> ارز کردیم قبل از میان برنامه که دن. بر اساس تقسیمی که از قرآن کریم و روایات معصومان سیره پیامبر صلی الله علیه و و سلم رسیده طبقات فامیل و اقربا و وابستگان میت به سه قسمت یا طبقه تقسیم کردن سیاره. و تا زمانی که از طبقه اول یک نفر وجود داشته باشه و طبقه دوم نمیرسه از طبقه دوم وجود داشته باشه به طبقه سوم نمیرسه طبقه yes. اول کیان اگر کسی از دنیا بره طبقه اولی که از او ارث میبرن اولاد او هستند فرزندانش و پدر مادر او yes. و اولاد اولاد یعنی نواسه ها اگر اولاد نباشند، نواسه ها جانشین پدر مادر های خودشان میشن پس فرزندان و پدر و مادر و نوه ها میشه طبقه اول آبارک الله ولی به این معنی که تا زمانی که خود فرزند بلا باشه نواها و نواسها ارث میبرند بله اگر فرزند او قبل از خود او مرده بودند فرض کنیم یک فردی از دنیا میره و در یک وسیله نقلیه در یک سرویس در یک ماشین موتور تصادف میکنن هم فرد از دنیا میره هم دختر و پسر او از دنیا میرن ولی نواسهای او هستند نواسهای او که باشن نواسای او در حقیقت طبقه اول حساب میشن جای پدر مادرای خود میگیرن می پس طبقه اول خود اولاد میشن و اولاد اولاد در فرضی که خود اولاد نباشن و پدر و مادر تا زمانی که یک میت پدر داشته باشد مادر داشته باشد فرزند داشته باشد یا نوه نواسه داشته باشد به کسی دیگری نمیرس. نمیرسه بله گفتیم در کنار اینها زن و شوهر اونا ارث میبارن از هم دیگه <applause> بله این طبقه اول ای طبقه, طبقه دو فرض اینه که <applause> یک فردی از دنیا میره اولاد نداره و پدر و مادر هم نداره بله به طبقه دوم میرسه اولاد نداره نواسه به تعبیر نبیره هم نداره پدر مادر نداره اینجا میرسه به جده و جد یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ و بلده. برادر و خواهر طبقه دوم پس برادر و خواهر بله و جد و جد, بله. جد. بله. طبقه دوم پس برادر و خواهر اینجا قرار می گیرن. اگر فردی که از دنیا رفته فرزندی از او نمانده یا اصلا ازدواج نکرده بلده. پدر و مادرم قبلا به رحمت خدا رفتن کی مونده مونده برادر خواهر او به برادر خواهر میرسه اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ هم داره به اونا هم میرسه یعنی پدر پدر مادر پدر پدر مادر 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 این چهار نفر میشن جد و جده بله پس بنابراین طبقه دوم اینا شدن که پدر بزرگا مادر بزرگا میت چه مادری چه پدری و برادر خواهرای او یا اگر برادر خواهرای او قبل از او رفتن اولاد اونها یعنی اولاد اینی برادر زاده هاش بله،, بله, بله. اونام در طبقه دوم هستن فرض میکنیم یک کسی که در یک سرویسی بود در, در یک حادثه بوده خود او با برادر خواهر او از دنیا رفتن همزمان با هم رفتن ن اینج ارث او به کی میرسه به فرزندان برادر او یا فرزندان خواهر او چون اونام در طبقه دو از خودش هیچ کسی نمانده, نمانده. پدر مادرش هم نیست فرزند هم نداره ولی برادر خواهرش داره فرزند آ برادر خواهر او فرزندانشان باقی مانده خب به او فرزندان برادر خواهر میرسه و به پدر بزرگ و مادر بزرگ میت میرسه <تصفح> بی بی و بابا بابا،, بابا کلان خب قدم سوم ایه که یک فردی از دنیا میره اولاد نداره پدر مادرم نداره طبقه اول پس نیه نواسه هم نداره طبقه دوم هم طبقه دوم برادر خواهر هم نیه بله. پدر بزرگ و مادر بزرگ هم نیه برادر زاده و خواهر زاده, خوهر زاده, زاده هم نیست. در حادثه همه اینها مثلا به رحمت خدا رفتن یا قبل از او به رحمت خدا رفتن نوبت میرسه به طبقه سوم ای اموها امه ها ها و خاله ها شن طبقه سوم بله اموها امه ها ماما یا دایی و خاله ها بره. که اگر خود باشن به اونها میرسه اگر نبودن به اولاد اونها میرسه خب پس به این تا زمانی که طبقه دوم باشن به امو و اما و خاله و دایی و اولاد اونها چیزی نمیرسه این ترتیبی هست که ارشد خدمت شما بین... تقسیم اسم مشخص شده یک سوال اینجا ممکنه به بیننده ها برسه یک کسی از دنیا میره هیچ کی نداره بله بعد از طبقه سوم که تمام شدی معلومه دیگه حالا یک نداره کمتر مبتلا باشه کمتر چون اتفاق که یک کسی از دنیا بره هیچ کی نداره. نداره. مبتلاق مبتلاق باشه خیلی کم ولی خب امکانم داره که باشه بله اینجا گفتن که میرسه به حاکم شرعه یعنی اون مرجع دینی و امام در زمان که امام معصوم حاضر باشن علیه السلام به امام میرسه امام وارث من لا وارث له هست بهم. امام وارث کسی که وارث نداره به همون رقم که باز مخارج او فرد هم بر عهده امام هست یعنی بهم. اگر یک کسی فرض کنیم آدمی رو میکشه که خطایی بوده بهم. خودش پول نداره اقوام پدری هم که گفتیم عاقله مردهای فامیل اونا پول ندارن یا اصلا اقوامی نداره او اونجا هم باز امام باید دیه او را بده یعنی همون رقم که چیز زنده باشه چی رفته بله. باشه یا بله, بیت المال اگر باشه که بیت المال. یعنی اگر امام معصوم زنده باشن که خودشان میدن در غیر صورت حاکم شرعی یا بیت المال. بنابراین در جاهایی که یک فردی وارثی نداره حاکم شرعی امام معصوم بیت میشه اگر از دنیا به قرض هم بگردن داشته باشه اورم با امام معصومیا هم شدم که نفعی به نفع به تعبیری گای به نفع حاکم شرعی است گایم از جیب او مخارجی آه. میشه یک نکته را به این جی خدمت بینندگان محترم عرض بکنم خیلی. اشاره آه. کردیم به فرهنگ جاهلی که گفتیم در بل. زمان قبل از اسلام اینا زن از ارث محروم می ساختن. کودکان تش. از اسم مروم می ساختن به این دلیل که اینا جنگاور نبودن در بیدان جنگ گاهی متاسفانه در بین همه ملت اسلام عزیزانی که ما برخورد می کنیم رگه های از ما فرهنگ جاهلی هنوز در ذهن بعضی از در عزیزان ما هست چه دقم؟ نگاه می کنه وقت وسیعت نامه نوشتن این دختر از ارث محروم کردن و دیدم اینا موارد شده میگن که خب به او دختر که ما در زمان زندگی دادیم چیزی به او اولا به اینجا به بیننده های مطلب میکنم که هیچ وقت به قانون خدا دستکاری نکنیم اگر بله دوست داریم در زمان حیات خود ببخشیم که هم سفارش نمیشه کل اموال خود نبخشیم چی میفهم ما تا که زنده هستیم اگر کل انوال خود رو ببخشیم شاید این ده سالی که زنده بودیم کسی ما رو جمع نکرد بله. بر فرض اگه دوست در زمان حیات خود ببخشیم به وقتی که زنده هستیم به دست اونا تحویل بدیم به وسیعت ننویسیم که بعد از مرگ من ای برسه به فلانی ای برسه به فلانی به خاطر ای که این دخالت در قانون خداونده بذاریم هر جوری که خداوند خودش بر اساس طبق حکم کرده, میرسه به زن میرسه به شوهر میرسه به دختر میرسه به پسر میرسه ما اگر وسیعت میکنیم در حد یک سوم حق داریم مثلا اگر از اموال ما 100 میلیون مانده باشه یا احساس میکنیم 100 yeah. میلیون باشه در حد 33 میلیون خورده میتونیم وصیت بکنیم <تصفح> که به کار بشه کل بل... اموال خود بگیریم ما وصیت کنیم نمیشه در زمان حیات میتونیم ولی باز هم نباید بی کنیم یعنی اگر به او بچه یک مغازه یک دکانه میدیم به او دختر هم یک باقی یک زمینی اختصاص بده این هم yeah. نباشه که باغ و مغازه و خانه و بچه ها برسه و دختر مسکین بگیم که او زن مردم هست به او دیگه چیزی نگیم پس اولا در زندگی اگر دوست داریم که تقسیم بکنیم منصفانه باشه مشورت بگیریم از یک عالم دینی بح. و به اندازه انصاف باشه به همه تقسیم بکنیم و ثانیا ای که همه اموال خود نبخشیم بح. و سال اصلا چون زن... حق را داره که همه رو ببخشه یا خیر آفرین این حق اسلام داده به یک فرد چون در زمان که حق... ببخشه بله. ممکنه یک فرد کل دارایی خودش در زمان حیات ببخشه به یک فرزندش به فسی... دو تا فرزند او زن... از کجا آمد الان او وصیته بله. اگر در زمان حیات نبخشید ده. نوشته کرد که بسم الله الرحمن الرحیم این جان فلانی در کمال عقل و بلوغ و اختیار وصیت میکنم بعد از مرگ من این مغازه رو به ای پسرم بدین این مغازه رو به ای پسرم این خانه رو وقف حسینیه و مدرسه کردم این زمین رو وقف بیمارستان و شفاخانه کردم نه. میگن این وسیعت ها در حد یک سوم اموال او نافذه اگر نه. از یک سوم بیشتر باشد باید ورسه اجازه بدن اجازه ندن وسیعت باطل. بیش از یک سوم باطل هست نه. پس دقت بکنیم در تمام اینها به, به،, به گونه عمل بکنیم که سهم زن سهم دخترها زایی نشه من این به خاطر این میگم که بیننده های محترم شاید در بین اقوام فامیل به برخورد کرده باشن چون به ما به عنوان یک عالم دین مراجعه میکنن من فراوان برخورد کردم نه. سهم دخترها را نمیدن کم میدن یا او چیزی که حق اونها هست به اونها تعلق نمیگیره و ایره نکنه میکاره پس در صورت میتونه همه اموال خود ببخشه که رضایت برای سر بگیره بله اگر خواسته باشه بره بعد از مرگ خودش وسیعت کنه بله. ولی اگر در زمان حیات بخواد ببخشه نه دیگه خودش مالک گایی هم ایره آی حسینی عزیز دیدم که برادرها متاسفانه حق خارار نمیدن یعنی از یک پدری از یک مادری اموالی باقی مانده خب ثروت ماشاءالله فراوان هست پدر تاجر بوده ببینیم این بچه ها اون اموال خوب خوبه برای به اسم خودشان زدن این خواهر این مسکین نیازمند هم هست بچه هایی داره کودکانی داره دوست داره خرج بکنه به اونها به برادر مراجعه میکنه که همه ملک بفروش سهم ما بده میگه نه این ملک هنوز ارزان میخرن باشه گران بخرن بعد میفروشیم حقی نداریم ما ملک نگه داریم. او الان در فعلا حق خودش را طلب کرده به این بهانه که سب کنم که این ملک بعدا به قیمت خوب بخرن نمیتونم حق یک انسان زایی بسازم یعنی گاهن هرچه ارث بیشتر باشه و رسه هرستر میشه کم دل بستگی بیشتر پیدا میکنه خیلی علاقه به ای داره که قبل و قدر بیشتر بکنه حق دیگر آره وای به او روزی که این ای خواهر و برادر کوچک و طفل داشته باشه انسان تصف. که متاسفانه گاهی آدم شیطان وسوسه میکنه که این خانه رو به نام خودش بزنه اصلا بگه ارث نبوده مال شخصی مبوده بوده متاسفانه گاهی شیطنت احنا. ها به ذهن انسان ممکنه خطور بکنه بله بسیار عالی استاد بحث ما حقوق مادی زن بود و رسید به اینجا که ارث میبره و بحث ارث اینها آیا به جز از این نفقه و محریه و خدمت شما عرض بکنم ایرس حقوق مادی دیگر هم برای زن هست یا خیر بله. حقوق مادی که خب فراوانه ما به خاطر که حقوق دیگری هم به زن در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله علی و, علی و سلم وجود داره که اون رو ان الله اشاره بکنیم یک حق دیگه هم از حقوق مادی از زن اشاره میکنم اگه فرصت بود در برنامه نبود در برنامه دیگری باز به حقوق معنوی و اجتماعی و سیاسی زن میپردازیم از حقوق مادی زن حق مالکیت هست و حق ده. تصرف در دارایی شخصی او هست یک زن به عنوان یک انسان میتونه چیزهایی که یا کسب میکند کار میکند که به انشالله بس میکنیم شغل داشتن یک حق اجتماعی زن هست میتونه کار بکنه کاسبی انجام بده درآمد داشته داشت باشه داشته باشه یا کسانی به او هدیه میدن مثلا در زمانی که فرض کنید به خانه پدر بوده پدر یا مادر بر او یک مقدار طلا خریدن به عنوان هدیه دادن یا هنگامی که عقد کردن عروسی کردن اقوام و فامیل انگشتری گردنبند یک طلاهای اجناسی به عنوان هدیه و کادو به زن دادن اینا میشه ملک شخصی او زن حق دارد مالک بشود و در اموال خودش بر اساس میل و خواست خودش تصرف بکند بسیار ای یک حقه درود بر شما استاد با توجه به جایگاه ای نسبی که مرد مثلا گاهن برای خودش احساس میکنه که من محریه میتوم من مثلا نفقه میتوم از ما ارث میبره اینا با توجه به این دلیل دلایل ها میتونه یک وقتی مثلا محدودیت رو برای زن ایجاد بکنه که مثلا فلان کار رو بکن فلان کار رو نکن یا در اموالش مثلا یک سری احساس مسئولیت و مالکیت و اینها بکنه چون این حق مرد داره خیر ماشاءالله بله سوال بسیار کاربردی فرمودین به خاطر اینکه این ما در مشاوره ها میبینیم گاهی وقتا یک زنی میگه این شوهر ما تلاهای مرا فروخته بدون اجازه ما تلاهای مر برداشته یا من این اموال خود دوست دارم بدون به پدر خودم دوست دارم برای خیر به فقیر بدم دوست دارم برم به حج بیت الله الحرام و دوست دارم مصرف کنم یا ذخیره کنم مال بکنم. من اختیار شده داشته باشه شوهر میگه نه تو بعد مثلا به به من بده که من خرج کنم و پول ندارم یا ما، میگه من راضی نیستم پول شخصی خودم ما هست یا کار کردم یا به من هدیه دادن یا مهریه ای بوده گرفتم یا ارسی به من رسیده از پدر و مادرم هر, هر چی, چی متعلق که هست متعلق به شوهر میگه من راضی نیستم تو مثلا به, به فلان جا خرج کنی این سوال اینه که آیا این حق شوهر داره؟ بله. اتفاقا در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و معصومان این حق به شوهر ندادند. عاقلانه هم نیست بله. شمال ای ای حق شمال این حق زن شوش. هست. حق مالکیت داره، حق تصرف داره. در یک استفتای که از مرجع دینی <تصفح> شده <تصفح> یک بانوی محترم خدمت مرجع محترم اشاره کرده که من یک سری طلاها دارم جواهرات دارم که از زمان پدر و مادر به مهدیه شده مقداری هم در هنگام عقد و عروسی به مهدیه شده و اینها رو من جمع کردم یک مم. کار خیری من قصد کردم که انجام بدم یک مصرف خیری وقفی هدیه ای بدم به یک مؤسسه خیریه جایی آیا اجازه شوهر لازم هست؟ یک سوال سوال دوم ای که اگه اجازه گرفتم و مشورت کردم با او گفت نه من راضی نیستم آیا من میتونم با،, با،, با, وجودی که راضی نیه باز من مصرف کنم مرجع دینی فرمودن که اولا که اجازه لازم نیست شما بگیری مال شخصی شماست آه. مال شخصی شماست حق تصرف داری بر فرض حالا شما ادب کردی سر مال خود با کس ادب بله، کردی و با شوهر با پدر مشورت کردی پدر گفت که نه دخترم خرج نکن به اونجی شوهر گفت من راضی نیستم باز شما مختار هستی اختیار با شماست خواستی مصرف بکنی اجازه شوهر و اجازه پدر لازم نیسته به خاطر ای که شما مالک او اموال هستی و حق تصرف دار البته چیزی که اسلام در بحث مصرف مالی میگه باید مصرف عاقلانه باشه هدر ندهد انسان اصراف نکند ولی وقتی که مال خود زن باشه میتونه به هر رایی که بخواد اگر توان تشخیص را داره, داره بعد اتفاقا این بس به بس قبلی هم ربطی داره به این معنی که مهریه ای که زن از شوهر خودش میگیره ارسی که از پدر یا مادر او رسیده تمام اینها میشه اموال شخصی او ده. یعنی امکان داره که شوهر یک درآمد ساده داشته باشه و این زن ثروت کلان از این طریق به دست آورده باشه بر زن واجب نیه که به شوهر خودش اینها رو بده ولی معمولا ما که زن ها میشناسیم این آدمایی نیستن یعنی آنقدر بزرگوارن واقعا عرض میکنن خدمت ما که از همه پول ها از این مال ها به شوهر میدن و زندگی خودشان میدانن به بچه مصرف میکنن در خانه مصرف میکنن منو تو نداره ندارن متاسفانه گای ما مردها این زورگویی رو میکنیم گویا حق ما هست که باید بدن فکر میکنیم که اگر ندن به ما ظلم کردن عجب. نه اون لطف کرده اون لطف میکنه به ما بله. 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 لطف میکنه نباید ما از لطف او به تعبیری سو استفاده بکنیم درست بر شما خیلی ممنون استاد توجه به محدودیت زمانی را که دارم بفرمایید که شوهر آیا یه ای حق را داره که از اموال شخصی و همسرش زنش بدون اجازه برداره خیر بله این خیلی سوال کاربردیه با توجه به مطالبی که در سوال قلب گفتیم گفتن نه این حق را شوهر نداره فرض میکنیم که شوهر یک کاسبی دوست داره را, را بندازه با کت شریک بشه نیاز به سرمایه داره میبینه که سرمایه ندارم میگه خب من طلاهای خانمه برمیدارم پس به اون میخرم بله عزیز من شما قصد دوباره خریدن داری ولی بعد اجازه بگیری از همسر خودت چرا به خاطر ای که او حق شخصی او هست بله اگر شما ای طلاها رو به او هدیه دادی خب تملیک نکردی گفتی از اینا استفاده کن هدیه ندادی نگفته کامل مال شخصی شخص مال. خودت, خودت مقدار طلا به خانمت خریدی و گفتی از این استفاده کن میتونی اونها رو خودت بفروشی و باد بدن بخری ولی اگر که این طلاها رو این دختر از خانه پدرش آورده یا مهریه یا بوده یا ارث بوده یا کار کرده مال شخصی او هست من شوهر حق ندارم تصرف بکنم بدون اجازه او بردارم باید بگم که زن بگه این طلاهای من چی شد من خرج کردم این میشه حق و ناس حق و ناس که بسیار در رعایت او ما روایت داریم که اگر یک دینار از او انسان مصرف بکنه بدون رضایت مالک در قیامت 700 نماز واجب او رو میگیرن و بسیار سخت است این هم حق و ناسه. زن راضی باید باشد بسیار خیلی کم وقت دارم استاد اگر <تصفح> لطف کنین یک سوال دیگه هم پاسخ بتین ای که امی حق مالکیتی را که به زن در اسلام داده شده آیا در سایر ملت ها هم یک چون حق را به زن دارن یا خیر متاسفانه وقتی بحث ما بیشتر قبل از اسلام هست بله وقتی ما به تاریخ نگاه میکنیم بسیار به زن در طول تاریخ ظلم شده من, من فرصت نیه که تاریخ ملل به شما بیان بکنم به عنوان خیلی خلاصه از میکنم مثلا در سرزمین هند که بسیار فرهنگ های عجیب و غریب دارن در دا اونجی فرهنگشون ای بوده که قبل از ازدواج زن به عنوان یک برده در خدمت پدر بوده حق مالکیت نداشته و بعد از ازدواج به عنوان یک برده انگار در در خدمت شوهر می حق مالکیت و تصرف نداشته در برخی از فرهنگ ها حق مالکیت داشته اما حق تصرف نداشته مالک می شده اما حق تصرف مثل کودک مثل کودک که پدر او باید تصرف کنه شوهر با تصرف کنه ولی میتونه مالک بشه کسی باید هدیه کنه او مالک بشه ولی شوهر از او استفاده کنه پدر آنجا. استفاده بکنه یا مثلا در یونان قدیم باز اونجا زن در برابر پدر یا شوهر حق مالکیتی نداشته و همین رقم عرشبت خدمت شما زن از شوهر ارث نمی برده سر محدودیت های بوده در بله بیننده های محترم فقط کافیه بزنن حقوق مادی زن در ملل مختلف بسیار مقالات نوشتن تاریخ ها کتاب های مختلف سیاران. که متاسفانه بسیار, بسیار به زن ها در طول امان. تاریخ تشکر است درود بر شما ان خیلی سلامتی بدر خیر راهتان باشه تشکر از وقت گذاشتید جز خدا کیست که در سایه مهرش باشه رحمت اوست که پیوسته پناه من و توست بیننده های عزیز و گرامی سپاس از این تا این دن با ما همراه بودید این بود برنامه امشبی به وقتی بیداری که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید تا برنامه ای بعد همیتان و بر پاک بی همتا میسپارم ایام به کامتان وقت خوش خدا نگهدار